کار به جایی رسیده که معترضین مرد هم لباس از تن میکنند تا اعتراض خود را به گوش مسئولین برسانند انتشار ویدیویی از برهنه شدن یک فرد معترض هنگام برگزاری جلسه شورای شهر گرگان واکنش کاربران شبکههای اجتماعی را برانگیخته است صفحه اینستاگرام جو گرگان که این ویدیو را منتشر کرده نوشته این فرد از ساکنان منطقه چشمانداز گرگان است که سه ماه پیش خانه هایشان بر سر و زمین تخریب شدند لخت شدن معترض گرگانی در جلسه رسمی شورای شهر در آنتن زنده ی تلویزیون هم نمایش داده شد فرد معترض فریاد میزند من چیزی برای از دست دادن ندارم خانم رفته است زندگی هم رفته است و اینها همه تقصیر شما نمایندگان است که مثلا با انتخابات مردم آمدید اما هیچ غلطی نمی کنید جز اینکه پول روی پول بگذارید و از گوشه و کنار دزدی کنید ما شما را حلال نمی کنیم. این فرد معترض گویا بازداشت شده است. تیتر اول جالب روزنامه همیهن در رابطه با بازداشت زیبا کلام جنجال به کرد. روزنامه همیهن نوشته پاسخ قاطع به سوال صادق زیبا کلام. صادق زیبا کلام کتابی نوشته با عنوان چرا شما را نمیگیرن و ای پیش از رونمایی از کتابش در نمایشگاه بازداشت شد. مرکز رسانه قوه قضایی اعلام کرد در پی قطعی شدن برخی احکام پرونده های قضایی صادق زیبا کلام این فرد جهت اجرای احکام صادره وارد زندان شد مرکز رسانه قوه قضایی اعلام کرد صادق زیبا کلام دارای پرونده های قضایی متعددی است که موجب محکومیت این فرد شده از جمله سه پرونده مربوط به احکام که آنها قطعی و لازم اجراست. است زیبا کلام با رأی صادره از سوی دادگاه بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به ماه حبس و دو سال محرومیت فعالیت در اعصاب گروه های سیاسی و فضایی مجازی محکوم شده که این حکم قطعی شده است. پرونده دوم این فرد که حکم آن نیز قطعی شده مربوط به فعالیت تبلیغی علیه نظام در خصوص انتشار مطالب غیر مستند و غیر واقعی است. وی در این پرونده به یک سال حبس محکوم شده است. یکی دیگر از پرونده های قضایی زیبا کلام که حکم آن قطعی و لازم اجراست مربوط به نشر مطالب خلاف واقع است که وی در این پرونده به شش ماه حبس محکوم شده بود که پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور این حکم مورد ابرام قرار گرفت هر محکومیت صادق زیبا کلام قطعی و لازم الاجراست که این احکام امروز اجرا شد و این فرد جهت اجرای احکام صادره وارد زندان شد زیبا کلام به تازگی کتاب با عنوان چرا شما را نمیگیرند و آخرش چی میشه منتشر شد او قرار بود در جلسه رونمایی از آن در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کند که خبر زندانی شدنش منتشر شد او در زمان سلطنت محمد شاه پهلوی نیز به اتهام نزدیکی به سازمان مزخرفین در زندان بود. وزارت نفت میگوید بدهی بابک زنجانی صفر شده است. پس از انتشار خبر عف بابک زنجانی از سوی علی خامنه‌ای ای مدیرامل شرکت ملی نفت گفته بدهی او به شرکت نفت صفر شده. بدهی بابک زنجانی در زمان بازداشت به قیمت امروز چیزی حدود 168 هزار میلیارد تومان بود. کل بودجه امسال شهرداری تهران 150 هزار میلیارد تومان است. محسن خوجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفته بر اساس اظهار نظر رسمی قوه قضاییه بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت شده است. پرونده بابک زنجانی یکی از طولانی ترین و البته سنگین ترین پرونده های فساد مالی و سیاسی در جمهوری اسلامی است. اولین بار نام بابک زنجانی از سوی محمود احمدی نژاد مطرح شد. یکشنبه شنبه 15 بهمن 91 در جلسه استیزاه شیخ الاسلام وزیر کار دولت دهم ده محمود احمدی نشاد از شخصی به نام آقای ز نام بود آقای ز کسی نبود که در فیلم منتشر شده از سوی احمدی نژاد فاضل لاریجانی برادر صادق و علی لاریجانی رؤسای سابق قوه قضاییه و مجلس میخواست با او رابطه برقرار کند پس از آن یک شنبه که به دلیل این افشاگری به یک شنبه سیاه مجلس مشهور شد وبسایت باستاب امروز تصاویری از بابک زنجانی منتشر کرد با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و به فاصله کمتر از یک سال بابک زنجانی بازداشت شد بابک زنجانی متهم ردیف اول بزرگترین پرونده فساد نفتی در تاریخ ایران حدود نه سال پس از اینکه به اعدام محکوم شد از سوی علی خامنه ای شد روزنامه اعتماد در دیماه سال 1402 بدهی بابک زنجانی را به قیمت روز با احتساب دلار 50000 تومان 140 میلیارد تومان برآورد کرد. همکنون قیمت دلار در بازار تهران بیش از 60000 تومان است و بنابراین بدهی بابک زنجانی باید چیزی حدود 168 هزار میلیارد تومان باشد. بابک زنجانی در حالی از سوی علی خامنه ای اف شد که در پرونده های مشابه اما سبکتر مانند شرکت امیر منصور آریا مشهور به اختلاس 3000 میلیاردی محافلی دمیر خسروی اعدام شد. حتی متهمان اقتصادی با مبالغ بسیار کمتر مانده وحید مظلومین که جمهوری اسلامی به او لقب سلطان سکه داده بود اعدام شدند. پس از گذشت 11 سال از ثبت اولین شکایت علیه یاسین رامین دیوان عالی کشور با نقض رأی تبرعه او در پرونده شرکت رشد هلال احمر پسر معاون مطبوعاتی دولت احمدی نژاد رو به اتهام خیانت در امانت به حبس و پرداخت جریمه محکوم کرد. یاسین رامین فرزند محمد علی رامین معاون مطبوعاتی دولت احمدی نژاد است. او با مهناز افشار هنرپیشه ایرانی ازدواج کرده بود و هر دو در حال حاضر با دخترشان در آلمان اقامت دارند. دیوان عالی کشور با نقض رأی تبرئه رامین در پرونده هلال احمد او را به سه سال حبس و پرداخت 873,887 یورو به علاوه هزینه دادرسی پرداختی و قل وکالی وکیل محکوم کرد. دانامه شعبه 19 دیوان عالی کشور که خبرگزاری ها نزدیک به سپان را منتشر کردند نشان می دهد. رامین به خیانت در روانت محکوم شده. از حدود ده سال قبل خبرهایی درباره دست داشتن رامین در واردات شیر خشک آلوده در فضای غیررسمی منتشر شد و ماجرای دادگاهی شدن او هم به هم هن موضوع نسبت داده شد با این حال هرگز شکایت از بابت این موضوع مطرح نشده پرونده ای که رامین بر اساس اون به حبس محکوم شده از سال اسفند 92 مطرح است رامین در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و مرداد 88 به سمت مدیرعاملی شرکت روش و به جمعیت هلال احمر من منصوب شد تامین بخش از نیاز دارویی ایران از طریق آلمان به این شرکت محول شده بود که در این بین رامین به عنوان مدیرعامل شرکت رشد و سازمان تدارکات پزشکی که بخش از وسایف هلال احمر با آن محول شده بود اختلاف درگیر می شود. سازمان تدارکات پزشکی بدون طی تشریفات قانونی مربوط به اداره شرکتها رامین را برکنار و از او شکایت کیفری می کنند. یک ماه بعد از این خبر و در شهریور سال 95 محمد علی نجفی که در آن زمان مشاور اقتصادی حسن روحانی بود گفت پسر یکی از مسئولان دولت قبل شرکتی ایجاد کرد و واردات بخش خاص مهم و گران قیمتی از داروها رو به صورت انحصاری در دست گرفت و داروهای تقلبی یا با کیفیتی پایین وارد می کرد و سالها مردم از آن استفاده می کردن. امروز مشخص شد که چندین میلیارد دلار از این طریق آید جوانی شده که با یکی از خانمهای هنرپیشه ازدواج و یکی از املاکش را چند ده میلیارد تومان ارزش داشته به عنوان مهریه تقدیم خانم کرده پس از برگزاری چند نوبت دادگاه رامین را به پرداخت 887873 یورو که با اعداد میلیاردی اعلامی از روی نجفی فاصله زیادی داشت و تحمل 17 سال حبس محکوم کردند. حال دیوان عالی کشور دوباره به همان رأی دادگاه اول یعنی پرداخت جریمه به علاوه هزینه داددستی پرداختی و حق وکیل و سه سال حبس تایید کرده او گفته سالها با خانواده اطرافیان در مدرسه و اجتماع پیرامون خود جنگیده تا خودش باشد و از پدرشان اعلام براعت کرده با این حال انتقادات زیادی در سالهای گذشته در بین کاربران رسانه های اجتماعی متوجه خانواده رامین بوده است